نیلی افشار درباره رابطه‌اش با اشوان صحبت کرد و صحبت‌های جنجالی رو انجام دادش که با ما تو این ویدیو همراه باشید، صحبت‌هاش رو توی لایو دیشبش میشنویم. سلام به همراهان همیشه کانال زرد تیوی، به کانال خودتون خوش اومدید. خب از وقتی نیلی از پویان مختاریی جدا شده، شایعات زیادی درباره رابطه‌اش با یه خواننده مجاز داخلی مطرح شده بود که گفته میشد اشوان یا آرمین تو ای اف ام یکی از اون گزینه‌هایی هستن که نیلی وارد رابطه شده باهاش و قراره اونو خونه خراب بکنه. ولی خب هیچ وقت رسما نیلی اسمی از کسی نبرد و کسی رو گردن نگرفت. ولی خب توی چند باری که اشوان توی استانبول کنسرت گذاشته بود، نیلی حسابی براش تبلیغ کرد و حتی توی کنسرت‌هاش هم همیشه حضور داشتش. واسه همین هم گفته می‌شدش که اون خواننده مجازی که با نیلی وارد رابطه شده احتمالاً اشوان هستش. ولی خب نیلی بالاخره بعد از مدت‌ها توی لایوی که دیشب داشتش راجع به این موضوع صحبت کرد و درباره رابطه‌اش با اشوان و افراد مختلف صحبت‌هایی رو انجام داشت که بریم با هم صحبت‌های نیلی رو بشنویم. از جدی میگم اون شخصی هم که به من حرف زد اون روز من باش قرار داشتم یک سال پیش، شما میشناسیدش که جدی میگم همش هم تو کامنت های میگید اینه میگم نه اون نیست، بوده ولی دیگه الان نیست. میدونید من صادقم باهاتون، قبلا بوده یه سال پیش بوده الان دیگه نیست. اونایی که میدونن کیو میگم، الان بگن توی کامنت من تایید میدم. نکنید دیگه این همه چیز دیگه وجود دارن، بلاگر دیگه وجود دارن توی اینستاگرام. شما چرا به اونا نمیگید اصلا که دوست پسرت کیه، دوست پسر داری نداری؟ چرا همش به من میگید اینو؟ من چه گناهی کردم؟ نه من چه گناهی کردم شما همش تقاضای دوست پسر از من دارید؟ استغفرالله. خب رفقا نظرتون راجع به صحبتایی که نیلی افشار انجام داده چیه؟ به نظرتون واقعا با کسی توی رابطه هست؟ آیا اون فرد معروفه، خواننده است، خواننده داخلیه یا نه؟ حتما نظرتون رو برام تو بخش کامنت ها بنویسید و بهمون بگید که چقدر احتمال میره که اشوان با نیلی وارد رابطه شده باشه. یادتون هم نره از ما حمایت بکنید و این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو هم سابسکرایب کنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید تا ویدیوی بعدی. خدا نگهدار. پیشنهاد میکنم یکی از این ویدیوهایی که روی صفحه هست رو هم تماشا بکنید.